سرخط خبرها، اقدام عملی ایران در جهت حمایت از روسیه در برابر غرب، دلخوری رئیس جمهور اوکراین از غرب به دلیل ندادن تانک و اوجگیری کرونا در چین و پر شدن تخت‌های بیمارستانی پکن. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در دیدار با معاون اسبق دومای روسیه روابط ایران و روسیه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت روابط ایران و روسیه در حال حاضر در بهترین سطح قرار دارد و در حال توسعه می باشد و ایران همواره در کنار روسیه در جهت رفع تحریم ها خواهد ایستاد. به گزارش فارس، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ظهر روز پنجشنبه 15 دی ماه با سرگئی بابورین سیاستمدار برجسته و معاون اسبق دومای روسیه دیدار و در خصوص مسائل منطقه‌ای و روابط دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت. در ابتدای این دیدار، علی اکبر ولایتی ضمن خوشامدگویی روابط ایران و روسیه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت روابط ایران و روسیه در حال حاضر در بهترین سطح قرار دارد و در حال توسعه می‌باشد. وی با اشاره به وقوع جنگ اوکراین تاکید کرد مقصر اصلی گسترش درگیری‌های آمریکا و ناتو است و جهان امروز دیگر تک قطبی نیست و برای کشورهای مستقل بسیار مهم است که مراقب نفوذ آنها در منطقه باشند. ولایتی در مورد منطقه قفقاز جنوبی نیز افزود همان گونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند، جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییری را در مرزهای کنونی نمیپذیرد و بی‌تردید امنیت منطقه باید حفظ شود. بابورین هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و با اشاره به اینکه ولایتی سیاستمداری برجسته و شناخته شده در منطقه ایران و روسیه است گفت هدف از سفر به ایران شرکت در اجلاس بین‌المللی سالگرد سپهبد قاسم سلیمانی است که به راستی شخصیتی بسیار مهم و تاثیرگذار بود و در روسیه و ایران به عنوان یک قهرمان شناخته می‌شود و برای همه جهان روشن است که آمریکا این اقدام تروریستی را انجام داده و بارها آمریکایی‌ها و از جمله ترامپ به این موضوع اعتراف کردند. این سیاستمدار برجسته روسیه در ادامه بی‌اثر بودن تحریم‌های ظالمانه آمریکا را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به روابط عمیق، نزدیک، راهبردی و در حال توسعه ایران و روسیه گفت روسیه در موضوع بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌تواند از تجربیات ایران استفاده نماید و همچنین همکاری‌های ایران، روسیه و سوریه مبنای ارزشمندی برای جهان چند قطبی است. روابط ایران و روسیه دوستانه و نزدیک است و ایده‌های شما در راستای ایجاد یک تمدن اسلامی جدید بسیار مهم است که توانستید این اصول اخلاقی و مذهبی را در سیستم سیاسی مورد توجه قرار دهید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دلخوری خود را از کشورهای غربی به دلیل ندادن تانک به کییف اعلام کرده و مدعی شده که این اقدام آنها هیچ دلیل منطقی ندارد. رغم تداوم حمایت‌های غرب از اوکراین و تشدید فشارهای آنها علیه روسیه، ولادیمیر زلنسکی با انتشار یک پیام تلگرامی به انتقاد از مواضع غرب پرداخته و از آنها درباره تحویل ندادن تانک گله کرده است. منابع رسانه‌ای از کییف پایتخت اوکراین خبر دادند که رئیس جمهور این کشور از حامیان غربی اوکراین خواسته که این کشور برای جنگ با روسیه تان تحویل بدهد. به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر زلنسکی روز پنجشنبه با انتشار یک پیام ویدیویی در صفحه تلگرام خود از اقدام فرانسه برای تحویل خودروهای زرهی خبر داد و همزمان دلخوری خود را از کشورهای غربی به دلیل ندادن تان به اوکراین ابراز داشت. رئیس جمهور اوکراین گفت ما خودروهای زرهی بیشتری از جمله تانک‌های چرخدار ساخت فرانسه دریافت خواهیم کرد. این یک سیگنال واضح به همه شرکای ما ارسال می‌کند. هیچ دلیل منطقی برای توضیح اینکه چرا تانک‌های غربی هنوز به اوکراین داده نشدند وجود ندارد. زلنسکی روز چهارشنبه با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگوی تلفنی داشت و بعد از آن اعلام شد که پاریس تانک‌های سبک فرانسوی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. دبیر شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین اما از بی‌میلی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان برای ارسال تانک‌های این کشور به اوکراین به شدت انتقاد کرد و در اظهاراتی تند گفت که اگر او می‌خواهد آلمان‌ها با تانک‌های آلمانی در نزدیکی برلین و اشتوتگارت بجنگند می توانند به بازی کردن ادامه دهند.
همزمان به اوجگیری کرونا در چین، بیمارستان‌های پایتخت این کشور مملو از بیماران سالمندی است که مداوای آنها از راهروهای بیمارستانی آغاز شده است. به گزارش روز پنجشنبه از خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک بیمارستان در شرق پکن امروز پنجشنبه با ازدحام بیماران کرونایی شروع به کار کرد و در حالی که آمبولانس‌ها همچنان بیماران نیازمند را به این بیمارستان منتقل می‌کردند، تنها پس از چند ساعت تمام تخت‌های آنها پر شد. بیمارستان و پزشکان تحت فشار بسیار بالا در تلاش هستند که ابتدا به بیمارانی رسیدگی کنند که در وضعیت اضطراری قرار دارند. بر اساس این گزارش، موج شدید افزایش بیماران کرونایی نیازمند به درمان بیمارستانی در پکن به دنبال آن رخ می‌دهد که چند ماه گذشته پس از وقوع اعتراض‌های خیابانی، شدیدترین محدودیت‌های کرونایی این کشور را پس از 3 سال لغو کرد. این محدودیت‌ها که شامل ممنوعیت سفر، تعطیلی مدارس و قرنطینه‌های خانگی بود، فشار شدید اقتصادی را در پی داشت. در این میان، شب گذشته نیز در اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای کشورهای عضو را به انجام تست کرونا از مسافران ورودی چین توصیه کرد. اتحادیه اروپا در این بیانیه که پس از درخواست ایتالیا برای تست مسافران ورودی از چین منتشر شد، اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه درباره انجام تست کرونا از مسافران ورودی چین به توافق نرسیدند، اما توصیه کردند که اعضا رویکرد احتیاطی هماهنگ شده داشته باشند. این در حالی است که دولت چین به اتحادیه اروپا نسبت به اقدامات متقابل در صورت توافق و اجرای این تصمیم هشدار داده است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد برای مقابله با افزایش نفوذ چین در اقیانوسیه سفارت خود را در جزایر سلیمان بازگشایی کند. به نقل از آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه به کنگره اعلام کرد که در نظر دارد به زودی سفارت موقت خود را در محل کنسولی سابق ایالات متحده در هونیارا پایتخت جزایر سلیمان دایر کند. این سفارتخانه کار خود را با 2 دیپلمات آمریکایی و 5 کارمند محلی آغاز می‌کند و سالانه 1.8 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. قرار است بعد از آن یک ساختمان دائمی و بزرگتر برای این سفارتخانه تعیین شود. وزارت خارجه آمریکا حدود 10 روز پیش در یادداشتی به کنگره که به رویت آسوشیتد پرس رسیده است نوشت: روابط ما با جزایر سلیمان تضعیف شده است. این در حالی است که چین به شدت به دنبال همکاری با نخبگان سیاسی و تجاری آن کشور است و الگوی همیشگی خود مبنی بر ارائه وعده‌های بزرگ و وام‌های کلان برای ایجاد زیرساخت‌ها و بالا بردن بدهی‌های جزایر سلیمان که یک رویکرد بالقوه خطرناکی استفاده می کند. وزارت خارجه آمریکا 1 سال پیش به کنگره اعلام کرده بود که نفوذ فزاینده چین در اقیانوسیه ایجاب می کند سفارت ایالات متحده در جزایر سلیمان بازگشایی شود. در 1 سال گذشته جزایر سلیمان توافقنامه امنیتی با چین امضا کرده است و در بیان در ماه‌های گذشته کمک به زیرساخت‌ها و اقتصاد جزایر را افزایش داده است. آمریکا نگران است که پکن در آن کشور پایگاه نظامی نیز تأسیس کند. آمریکا برای مقابله با این اقدام چندین هیئت بلندپایه به جزایر سلیمان اعزام کرد. ایالات متحده در سال 1993 در تلاش برای کاهش پست‌های دیپلماتیک و تغییر اولویت‌های دوره جنگ سرد، سفارت خود در جزایر سلیمان را تعطیل کرد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.